همراه میشیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. آقایی، از گزارش رویترز شروع کنیم. پیشنهاد جمهوری اسلامی برای متوقف کردن روند سعودی ذخیره اورانیوم 60%، چقدر غرب به این پیشنهاد میتونه اطمینان کنه؟ ببینید، من فکر می‌کنم که ما اول یک توضیح رو در رابطه با صورت مسئله باید داشته باشیم. ببینید، کلاً جمهوری اسلامی تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیشتر از طرف اسرائیل با چالش و فشار حالا و تقابل نظامی روبرو بود. بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی ترامپ، الان جمهوری اسلامی با چند لایه فشار روبرو است، مشخصا با سه لایه فشار. یک فشار همچنان از طرف اسرائیل هست، یک فشار از طرف ترویکای اروپایی، و یک فشار هم احتمالاً میشه همون دکترین فشار حداکثری ترامپ به احتمال قریب به یقین. و جمهوری اسلامی در این وضعیت جدیدی که قرار گرفته با چهار چالش بسیار بسیار جدی روبرو است. چالش اول این استش که چجوری از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلوگیری بکنه. چالش دوم مربوط میشه به اسنپ بک مکانیزم ماشه که تا اکتبر 2025 میتونن قدرت‌های اروپایی اون رو فعال بکنن علیه جمهوری اسلامی. چالش جواب دادن یا ندادن به اسرائیل، یعنی چالش احیای بازدارندگی، و چالش بزرگتر، چالش دکترین فشار حداکثری ترامپ. الان با توجه به گزارش رویترز که این میشه مربوط به چالش اول جمهوری اسلامی، داره تهران تلاش میکنه، تلاش‌های دقیقه 90 برای اینکه جلوگیری بکنه از صدور قطعنامه. و همونطور که خبرنگار شما اشاره کرد، گفتن که ما حاضریم که یعنی افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده با غلظت 60% رو متوقف بکنیم، محدود بکنیم این ذخایر اورانیوم غنی شده با غلظت 60% و شورای حکام هم قطعنامه رو صادر نکنه. من فکر میکنم این تاکتیک فریب یا ماسکیروفکای روسیه جمهوری اسلامی هست، برای اینکه به نوعی بخواد زمان بخره، فقط این بحران رو بتونه با این تاکتیک فریب رد بکنه و امتیازات حداکثری نداده باشه، در حالی که طبق خود گزارش فصلی شورای حکام هم و البته اظهارات گروسی اونها، یعنی آژانس، از جمهوری اسلامی پاسخهای فنی معتبر و قانع کننده میخواد در رابطه با اون ذرات اورانیوم کشف شده در سایت ورامین تورقوزآباد. آژانس میخواد که دوربین‌های نظارتی بیشتری نصب بشه یا کلا اون دوربین‌هایی که برداشته شده اونها کاملا برگرده فعالیتش، بازرسی‌های بیشتری انجام بشه. یعنی در حرف نمیخواد در واقع آژانس که از جمهوری اسلامی بخواد امتیازاتی بگیره، باید در عمل جمهوری اسلامی اقداماتی رو انجام بده تا بلکه اون قطعنامه صادر نشه. ولی نکته این هستش که جمهوری اسلامی نمیخواد امتیازات حداکثری بده. بله، خب گزارش هم همونطور که گفتن از صدور قطعنامه مجدد در شورای حکام آژانس علیه جمهوری برنامه اتمی جمهوری اسلامی خبر میده. چقدر این قطعنامه میتونه تهران رو از پیگیری پروژه‌های هسته‌ای منصرف کنه، به ویژه که حالا رویترز هم گفته ذخایر اورانیوم ایران برای ساخت 4 بمب اتمی کافیه؟ فکر نمی‌کنم که در واقع باعث بشه که جمهوری اسلامی فعلا فقط به خاطر صدور یک قطعنامه عقب نشینی بکنه. و نکته‌ای که وجود داره این هستش که زمانی که این فشارها رو اعمال میکنن اروپایی یا تروکای اروپایی یا خود آژانس، معمولا جمهوری اسلامی همین تاکتیک فریب رو به کار میبره، مینیمم امتیاز رو سعی میکنه بده برای اینکه فقط زمان بخره و این چالش رو رد بکنه بدون اینکه امتیازات حداکثری بده. یعنی به زبان خیلی ساده بخوام بگم، تهران در رابطه با برنامه اتمیش نمیخواد امتیازات حداکثری بده، در حالی که الان به نظر میرسه با تغییر دولت در آمریکا و به احتمال زیاد با بازگشت دکترین فشار حداکثری ترامپ، جمهوری اسلامی چاره‌ای نداره که امتیازات حداکثری بده، ولی نه فقط با قطعنامه شورای حکام. باید منتظر باشیم که اون فشار حداکثری ترامپ برگرده، اون موقع شرایط فرق خواهد کرد. و زمانی هم که تهدیدها بیشتر میشه، سعی میکنه که تهران از اخاذی اتمی به عنوان یک اهرام فشار استفاده بکنه. به چه شکل؟ به این شکل که همونطور که الان گفته که ما میخواییم این ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص 60% رو محدود نگه داریم، عملا تهدید هست همونطور که اشاره شد. یعنی تهدید میکنن که ما از NPT ممکنه خارج بشیم، برنامه اتمی رو گسترش بدیم، اون تعهدات برجامی خودمون رو کمتر و کمتر بکنیم که از این تاکتیک اخاذی اتمی برای گرفتن امتیاز از غرب استفاده بکنن. من فکر میکنم که به نظر میرسه که با اومدن ترامپ
این تاکتیک های جمهوری اسلامی احتمالاً جواب نخواهد داد، ولی با صدور یک قطعنامه فعلا به نظر من جمهوری اسلامی باعث نمیشه که بخواد عقب نشینی بکنه. خب دیدیم که وزیر خارجه ایران هم در تماس با همتای فرانسوی خودش خواستار پرهیز اروپا از صدور این قطعنامه شده. چقدر احتمال داره اصلا این قطعنامه منتشر نشه و آیا دور جدیدی از تنش میان جمهوری اسلامی و آژانس و اروپا شروع شده اگر که استقرار ترامپ هم در کاخ سفید بخوایم در نظر بگیریم؟ اگر شورای حکام امروز قطعنامه رو صادر نکنه به نظر من تو اون زمین بازی جمهوری اسلامی عملا بازی کرده، یعنی به نوعی میشه گفت گول خورده و فریب اون تاکتیک ماسکیروفکای جمهوری اسلامی رو خورده، با مینیموم امتیاز جمهوری اسلامی راضی شده، در حالی که همونطور که اشاره کردم آنچه که آژانس میخواد پاسخهای فنی معتبر و قانع کننده به از طرف تهران به آژانس هست برای اینکه اونا بتونن به یک سری پاسخ‌ها برسن. من فکر می‌کنم که به احتمال زیاد بازم 100% نمیشه گفت، اگر اتفاق خاصی نیفته فکر می‌کنم که قطعنامه رو علیه جمهوری اسلامی صادر بکنن و بعدش به نظر من با اومدن ترامپ فشارها بیشتر خواهد شد و در یک مرحله به نظر من تهران مجبور خواهد شد که امتیاز حداکثری بده، چون به زبان بسیار ساده الان جمهوری اسلامی یک کشوری هست، یعنی یک حکومتی که در آستانه دستیابی به بمب اتم هست، مواد لازم برای ساخت بمب اتم رو میتونه تولید بکنه. نکته در رابطه با امتیازات حداکثری این هستش که علاوه بر مواردی که گفتم آژانس پاسخ میخواد، جمهوری اسلامی باید در نهایت این مواد لازم رو نداشته باشه و این تهدید اتمیش برطرف بشه. این رو در واقع باید منتظر باشیم که در دوره ترامپ بتونن در رابطهش باش یک راه حلی پیدا بکنن و من فکر میکنم که ما به سمت افزایش تنش خواهیم رفت بین تهران و واشنگتن. متشکرم از توضیحات شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک.